حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حق المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد. والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين موضوع و سرفصل مطالب من این بود که اولا دیدگاه قرآن را راجع به بشر و انسان ببینیم که چگونه او را ارزیابی میکنه و چگونه او را معرفی میکنه ارز کردیم قرآن بشر را یک موجود دو معرفی می کند هم جنبه جسمانی و مادی دارد و هم جنبه روحی و معنوی دارد و هر کدام خواسته و لوازمی و متطلباتی دارد که باید برآورده شود مطلب بعدی که عرض کردم این بود که اسلام و قرآن جامعه بشری را به کجا هدایت میکنه به عبارت دیگر قرآن و اسلام به ملتزمین و مؤمنین خودش چه امتیازاتی میدهد من اگر مؤمن بشم و مسلمان بشم چی باید گیرم بیاد به کجا باید برسم به چه مسائلی باید دست پیدا کنم در این رابطه هم نظرات قرآن رو و مطالبی که قرآن و امتیازاتی که قرآن داده مطالبی رو عرض کردم و بعد خود به خود این مطلب برای ما روشن میشه انتظاراتی که جامعه مؤمنین و جامعه مسلمین و طرفداران قرآن از امامان و اولیاء و حکام خودشون خواهند داشت که در این رابطه مطالبی عرض شد بعد عرض کردم طبیعتا کسی که میخواد در رأس امر قرار بگیرد و زمام جامعه مسلمین رو به عهده بگیرد باید فرد اکمل باشد باید کاملترین بشری باشد که روی زمین داره زندگانی میکنه تا بتواند اون چرا که اسلام و قرآن قول داده جامعه عمل بپوشد به عبارت دیگر زامن اجرایی هر قانونی زمامدار و امام و ولی اون جامعه است میگه من شما رو به اونچه که این قانون دعوت کرده من زمانت اجرایی میدم شما رو برسانم قرآن مجری میخواد قرآن زامن اجرایی میخواد قرآن در دست ما هست ولی کی به ما میخواد زمانت اجرایی بده کی میگه ما برسیم به اون نقطه اولین دلیل بر رسیدن ما اینه که اون رهبر و اون امام و اون پیغمبر و اون ولی و امام خودش رسیده باشه و ببینیم آیا خودش رسیده اون مطلبی را که برای ما بیان میکنه خودش به اون مقام و به اون موقعیت نائل شده یا نشده علامت صدق کلامش رسیدن خودشه و الا کسی بیاد یک مطلبی رو ادعا کنه و خودش به اون مقام نرسیده باشه علامت کذبه یعنی دروغه خبری نیست لذا مطلب دیگری که به دنبال این من عرض کردم این بود آیا ما می توانیم خودمون برای خودمون پیغمبر و امام و ولی و زمامدار و حاکم انتخ... بیایم یک انتخابات برقرار کنیم و خودمون این عمل را انجام بدیم آیا می توانیم؟ عرض کردم نمی توانیم اولا قرآن به ما میگه. میگه در تاریخ گذشته تمام انبیا که آمدن یک نفر اونها به حکم انتخابات مردم بر سر کار نیامد تمام اینا از طرف خدا آمدن خدا اینها رو فرستاد با دلیل با مدرک با شاهد اینها رو فرستاد و اینا آمدن بر مردم پیغمبری و امامت کردند. و ثانیا مگر بشری که خودش جاهله و در اول امر قرار دارد و خودش هنوز خودش را نمیشناسد میتواند کسی که بالاترین موقعیت کمال رو داره و متحقق به اون حقیقت شده مگه میتونه شناسایی کنه مگه ما امام یا پیغمبری که به سرحد اعلا رسیده میتونیم او رو بشناسیم مگه میتونیم او رو شناسایی کنیم تا بخوایم او رو کاندیدا و نامزد کنیم و بعد بیایم دورش جمع بشیم و او رو به ریاست خودمون انتخابش کنیم با این مقدماتی که عرض کردم نتیجه این شد کار سقیفه یک کار بسیار غلط و بسیار اشتباه و ای بود که بر جامعه اسلامی وارد شد و هرچه جامعه اسلامی از آن تاریخ تا به امروز داره ضربه میخوره مربوط به سقیفه است و کسانی که جریان سقیفه رو انجام دادن و عبابک رو در رأس کار آوردن بزرگترین خیانت و بالاترین جنایت رو به جامعه بشری و به جامعه اسلامی نمودن همون جور که خود عمر ابن خطابم اعتراف کرد در آخرین جلسه عرض کردم خود عمر در آمد گفت و تمام معرخین اهل سنت جالب توجه اینجاست که هیچ شخصی از طرفداران اهل سنت نمیتونه منکر این عبارت بشه که عمر در آمد گفت ان بیعت ابیبن کانت فلته بیعت عبی و بیعت با عبابک و خلافت عبابک یک اشتباه بزرگی بود که نباید تکرار بشه این حرف خود عمره ما نمیگیم تو کتابای تو خودتون آمده تمام هم نوشتن و جالب این عبارت اون چنان عبارت معتبری هست در کتب اهل سنت که اهل لغت که اهل تاریخ نیستن اهل لغت آمدن استناد به همین عبارت کردن که نمونهشم شم عرض کردم شما به لسان العرب ابن منظور مراجعه کنید در لسان العرب در زیل کلمه فلته میبینید اونجا این معنا رو کرده و این روایت و این تکه تاریخ رو به عنوان یک مطلبی که واقع شده و متفقن علیه تمام اهل سنتم هست به این مسئله استناد کرده خب این چه جنایتی بود به بشریت شد چرا چون ابابکر رو نمیشناسید شما وقتی ابابکر رو نمیشناسید چگونه میخواید معرفیش کنید به صرف یک لباس به صرف این که پدر زن پیغمبره به صرف این که دارای محاسن سفید و سن زیاده مگر به ایناست این تا اینجا خلاصه مطالب گذشته من بود و اما از اینجا به بعد امروز در این رابطه میخوام ارز کنم ببینیم قرآن ما را از اطاعت چه کسانی بر حذر میدارد ما را از اطاعت و تبعیت از چه کسانی بر حذر می دارد و ما را دعوت به چه کسانی می کند آجان ما قرآن هستیم حالا ما همون عبارت عمر گرچه بسیار غلطه اما به همین عبارت غلط من استناد می کنم عمر گفت حسبنا کتاب الله خب این قرآن دیگه همین قرآنی است که امروز در اختیار همه ما هست ما سراغ همین قرآن میریم و ببینیم با همین قرآن چه میفهمیم از این قرآن چه استفاده می در قرآن این آیه رو داریم سوره یونس آیه سی و پنج. من خواهشی که دارم همه خوب گوش کنن و برن این آیه رو در کتب تفاسیر اهل سنت مطالعه کنن قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق ايان برید بگردید ببینید آیا این شرکایی که شما برای خدا درست کردید شریکانی که برای خدا شما درست کردید آیا اینا میتونن شما را به حق و به واقعیت هدایت کنن برید ببینید بگردید قول الله بعد خود به خود جواب چیه؟ نمیتونن ما رو هدایت کنن. چرا؟ چون جاهلن، نمیدانن. اون شرکا اگر از جمادات باشن، جمادات که شعوری ندارن و اگر از انسانها باشن، انسانی رو شریک خدا قرار داده باشیم مگر خدا شریک داره و مگر انسانی میتونه ما را به خدا و به حق دعوت کنه. خود به خود جواب خود قرآن میده قل الله یهدی للحق خدا فقط مردم رو میتواند به حق هدایت کنه بعد از این آیه بلافاصله فاصله یه سؤال دیگری مطرح میکنه خود خدا افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا آیا کسی که به حق هدایت می کند و خودش به متن حق و به متن واقعیت رسیده او سزاوار تر است برای هدایت کردن یا کسی که خودش هدایت نشده و لزوم دارد و لازم دارد هدایت رو و نیاز به هدایت دارد و جز با هدایت دیگری هدایت نمی شود اون میتونه شما رو هدایت کنه کداماشون خیلی سوال قشنگی قرآن داره از ما میکنه میگه آجان کسی که خودش به متن حق و واقعیت رسیده میتونه شما رو هدایت کنه یا کسی که خودش گمراه و الان نیاز به هادی دارد نیاز به راهنما دارد نیاز به مربی و پیغمبر و امام دارد تا هدایت شود اون میتونه هدایت کنه یا این یا اینی که خودش الان محتاجه کدوما میتونن هدایت کنن بعد قرآن اینجا ساکت میشه و بعد جواب میده فمالکم کیف تحکمون چی شده شما رو چرا اینجوری قضاوت میکنید کسی که خودش به متن حق و واقعیت نرسیده و بوی از عالم معنا نبرده چطور میتونه مردم رو هدایت کنه و مردم رو راهنمایی کنه و مردم رو به صلاحشون برساند چگونه؟ بر اثار همین میبینیم قرآن آیات زیادی داره منتها چون آیات زیاده من فقط چند تا نمونه عرض میکنم این ای بود که به ما میگه از کی تبعیت کنید و اما آیاتی که میگن از کیا تبعیت نکنید از کیا تبعیت نکنیم آ... سوره کهف آیه 28 ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا اطاعت نکنید از کسانی که قلبشون از ذکر ما و یاد ما غافله اونایی که غافل از خدا هستند و خدا در قلبشون نیامده و قلبشون ظرف و وعایی برای خدا نشده و به عبارت دیگر خدا قلبشون رو پر نکرده و قلبشون پر از خدا نشده و غیر خدا از قلبشون خارج نشده میگه از اینا اطاعت نکنید از کسانی که مطابعت هوای نفسشون میکنن مطابعت نکنید و کان امره فروتا اینا در افراط و تفرید دارن به سر میبرن شما دنبال اینا را نیفتید از اینا اطاعت نکنید ببینید آیه قرآن آقا جان ما از جیب خودمون نمیگیم آیه آیه قرآن ولا تطع من اغفلنا قلبه این آیه رو قبول داریم خب ارز کردم سوره کف آیه 28 آیه دیگر فسبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا قرآن میگه یا رسول الله به دستورات خدای خودت استقامت کن و بر اساس دستورات خودت عمل کن و در این رابطه صبر و پایداری نشون بده قدمی این و اونور نگذار نگذار ولا تطع منهم آثما او کفورا هر کس گناه میکنه آثم یعنی گناهکار اثم یعنی گناه آثم یعنی گناهکار از آدمای گناهکار و معصیتکار اطاعت نکن حرف اینا رو گوش نکن زیر بارشون نرو اصلا برای مطالبشون ارزش قائل نشو چرا چون گناه میکنه آدمی که گناه میکنه خدا تو قلبش نیست خدا وقتی تو قلبش نیست حرف حرف خدا نمیزنه چی میزنه؟ همون چیزی که تو قلبشه تو قلبش چیه؟ گناهه لذا غیر از گناه چیزی دیگه از او صادر نمیشه اینم یکی آیه دیگر احزاب آیه شست و شش، شست و هفت و شست و هشت یوم تو قلب و وجوه هم فنار روز قیامت این بندگان خدا رو میان آتش میبرن در آتش میسوزن. حرف اینا چیه تو آتش جهنم یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا میگن ای کاش ما اطاعت خدا رو میکردیم و اطاعت پیغمبر رو میکردیم ای کاش ما اطاعت اونا رو کرده بودیم و قالو ربنا خدایا اینها در اومدن گفتن علت جهنم رفتنتون چیه قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاظلونا السبیلا خدایا ما بزرگا از بزرگانمون اطاعت کردیم از رؤسامون اطاعت کردیم از امامان و سرپرستانی که اومدن بر جامعه حکومت کردن از اونا اطاعت کردیم از بزرگان پیرمردا ریش سفیدا فاولون السبیلا اینا ما رو گمراهمون کردن ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا خدایا عذاب اینا رو چند برابر کن و لعنت خودت رو و لعنت کبیر خودت رو بر اینها نازل کن و اینها رو از رحمت خود دور کن اینجا از چی دارن مینالن؟ از کسانی مینالن که به عنوان بزرگان خودشون که حرفشون حرف خدا نیست حرفشون حرف پیغمبر نیست کلامشون یه کلام دیگره آمدن بر مردم حکومت کردن و, مرد و این مردم رو به سمت جهنم بردن حالا اینا دادشون بلنده که خدای اینا ما رو جهنمی کردن کاش که ما حرف خدا و پیغمبر رو گوش کرده بودیم اینم یه آیه دیگه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ایها الناس اون که خدا برای شما نازل کرده اطاعت کنید تبعیت کنید اطاعت کنید ولا تتبعوا من دونه اولیاء کسی دیگری رو غیر از خدا برای خودتون به عنوان ولی انتخاب نکنید قلیلا ما تذکرون سوره اعراف آیه سه اینم یه آیه که البته آیات در این رابطه زیاده من این چند تا آیه رو به عنوان نمونه عرض کردم و الا حافظان قرآن میتونن به قرآن مراجعه کنن و ببینن چقدر آیه ما در این رابطه داریم درست؟ حالا میام سراغ دیدگاه اهل سنت این آیات قرآن ما مگه خودتون نمیگید حسبنا کتاب الله این قرآن ما این حرف قرآن ما که آقا حرف حرف خدا کلام کلام پیغمبر از دستورات خدا و پیغمبر تخطی نکنید حالا ببینیم روایاتی که اهل سنت و دیدگاهی که اهل سنت راجع به حکومت و حاکمیت و امامت و ولایت دارن چیه؟ حضیفت ابن یمان این روایت رو که دارم عرض می کنم. ببینید صحیح مسلم جلد دو صفحه 119 خود اهل سنت میفهمند صحیح مسلم و صحیح بخاری رو شما میگید اینا خواهرای قرآن یا برادرای قرآن یا تالیتل به قرآن هن. لذا اسمش هم گذاشتی صحیح یعنی دیگه برو برگرد ندارد حالا میخواید منکر بشید دیگه مشکل مشکل شماست من دیگه نمیدونم این روایت رو من از اونجا نقل میکنم به علاوه سنن بیحقی جلد هشت صفحه 158 و و روایت اینه هزاییفت ابن یمان قال قلت یا رسول الله انا كنا بشر یا رسول الله ما در زمان جاهلیت به سر بردیم و همه ما در زشتی و بدی به سر می بردیم فجاء الله به خیر فنحن فیه ولی خداوند بر ما فضلی کرد و ما رو در یک اوضاع احوال و شرایط بسیار خوبی آورد آیا بعد از این شرایط خوب که ما در زیر چتر ولایت کلیه الهیه شما قرار داریم شریم به وجود میاد ممکن اوضاع احوال ما بد بشه حضرت فرمودن نعم دوباره سوال کرد و هل وراء هذا الشر خیر آیا بعد از اون بدی دوباره خوبی میشه قال نعم دوباره سوال میکنه آیا بعد از اون خوبی دوباره بدی میشه حضرت میفرماید بله گفت چطور کیفه یکون چطور اینجوری میشه آقا جان حضرت فرمودن یکون و بعدی اعمتون لا یهتدون به هدای بعد از من امامانی میان که اینا به هدایت من و راه و روش من و سیر و سنت من حرکت نمیکنن. ولا یستنون به سنتی به سنت من هم عمل نمی کنن و سیقوم فیهم رجال و در میان اینها مردانی هست قلوبهم قلوب الشیاطین دلای اینا دلای شیطانه فی جثمان انس ظاهرشون آدم باطنشون شیطان ببینید روایتیست از صحیح مسلم هم دارم میگم از جای دیگه هم نقل نمی کنم. قلت تو کیف اصنع یا رسول الله یا رسول الله اگر یه همچین زمانی رو من در کردم چه کار کنم حضرت فرمودن تسمع و تطیع للامیر تو باید اونجا اطاعت کنی حرفش رو گوش کنی و اون چه اون امیر میگویند شما اطاعت کنید و این ضرب ظهرک و اخذ مالک فسمع و اطع و اطع. اگر تو رو کتک زد خوابون رو زمین کتک زد و مالتم به زور گرفت از روی ظلم کتک زد و به زورم مال تو گرفت تو باید اطاعت کنی و حرفش رو گوش کنی شما رو به خدا قسم وجدان خودتون رو بذارید وسط این آی این روایت با این قرآن چگونه سازگاری داره قرآن که داره میگه حرف کفار رو گوش نکنید حرف شیاطین رو گوش نکنید حرف گناهکاران رو گوش نکنید شما در کتابتون روایت میارید میگید گوش کن بالاخره ما حرف کیو باید گوش کنیم کلام قرآن یا کلام شما روایت دیگر سوید ابن غفله قال قال علی عمر ابن الخطاب عمر ابن خطاب میگه در اومد به من گفت یا ابا امیه لعلک ان تخلف بعدی ممکنه بعد از من تو زنده باشی و بمانی فاطع الامام و این کان عبدا حبشی اطاعت از امامت بکن گرچه او عبد حبشی باشد یک غلام سیاه باشد این ضربکه فسبر اگر تو را کتک زد صبر کن و این که به امر فسبر و اگر تو را به دستوری امر کرد حرفشو گوش کن و این حرمک کفس اگر تو را محروم کرد بازم صبر کن و این ظلم که و اگر به تو ظلم کرد بازم صبر کن و این امرک به امر نیان قصدینک ای الناس خوب گوش کنید اهل سنت کلامشون اینه این کلام اونهاست مدرکم دارم ارز می کنم سنن حقی جلد های صفحه 159 و, و, و این امرک به امر ینقص و دینک اگر به شما دستوری داد که با عمل کردن به اون دستور از دین کم میشه یعنی شما از راه دین جدا میشی فقل سمع و طاعه بگو سم چشم اطاعت میکنم دمی دون دینی این چه مطلبیه در یه روایت دیگری باز اینم یک روایت عرض میکنم و میرم سراغ مطلب بعدی ان المقدام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اطیعوا امراءکم ما کان اطاعت امراء خودتون رو بکنید هر چه هستن باشن فَإِنَ أَمَرُوكُمْ بِمَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ اگر اون چرا که من گفتم اونا گفتن که خب هم شما معجورید هم اونا معجورن چون حرف منو زدن و اگر شما رو به چیزی دستور دادن که من دستور ندادم شما بری و بیزارید و اونها هستن خودشون میدونن با خدای خودشون و شما اگر روز قیامت آمدید و خدا به شما گفت چرا ذالک به انکم اذا لقیتم الله قلتم ربنا لا ظلم شما روز قیامت وقتی میاد میگید خدایا ظلم در حق ما نباید بکنی ما ظلمی نکردیم فیقول لا ظلم خدا میگه بله شما ظلم نکردید فتقولون ربنا ارسلت الینا رسلا فاطعناهم باذنک خدایا تو برای ما آدم فرستادی حاکم فرستادی ولی فرستادی اونو بر ما مسلج کردی ما هم به امر تو و اطاعت تو از اونا حرف گوش کردیم و استخلفت علینا خلفا و تو بر ما جانشینانی رو گذاشتی و ما حرف اونها رو گوش کردیم و اطعناهم به اذنک و امرت علینا امرا و اطعناهم و تو اینها رو امیر ما کردی و ما هم اطاعتشون کردیم فیقول صدقتم خدا میگه شما راست میگید شما رو به خدا قسم کدام وجدانی و کدام فطرتی و کدام وجدان سالمی این کلام رو از پیغمبر قبول میتونه بکنه کدام یکی قبول میکنه حالا من از لحاظ دینی بازم میرم کنار مسئله وجدانیه اگر شما مریض هستید و مرض سختی هم دارید و بدانید این آقایی که متب زده و تابلو داره و نوشته من جراح متخصص فلانم و دروغ میگه و دروغ میگه آیا شما یه مریض حاضری بلند بشی بری توی مطب به او و خودتو در تحت اختیار او قرار بدی و او چاقو رو برداره تو مغز شما و تو قلب شما بزنه و هر کاری بکنه بگه عیبی نداره حالا پیغمبر به ما گفته هر چی اینا گفتن شما اطاعت کن و جان تو در این رابطه میبازی این کار رو میکنی مال تو به یک آدم خائن که میدانی خائنه و مال تو میخوره میری به او بدی؟ چطور شد در رابطه با مال جانمون این کار رو نمی کنیم در رابطه با دین که رسید هر آدم خائنی میتونه بر ما حکومت کنه و بر ما امامت کنه و بگیم چون خدا اونو آورده در رأس کار ما باید کلامشو گوش کنیم این چند تا روایت بود که من عرض کردم و اما کلمات علمای شما <applause> تفتازانی که خب دیگه همه میشناسید در شرح مقاصد کتابی دا مطلبی دارد میگه ولا یشترط ان یکون الامام هاشمیا ولا معصوما ولا افضل من یولا علیهم امام شرط نیست که هاشمی باشد و شرط هم این نیست که معصوم باشد و شرط هم این نیست که افضل از مردم باشد این کلام عالم شماست این کلام عالم همین آقای تفتازانی واقعا اگه مریض بشه حاضر بره پروی کارگر شهرداری بگه آجان شما کارگر شهرداری هستید و بنده هم یک عالمی هستم هیچ شرطی نیست و لازم نیست اون آقایی که میخواد بنده رو عمل جراحی کنه باید پزشک بالا و عالی باشه حضرت عالی هم که کارگر شهرداری هستی با بیلت بیا این قلب ما رو بشکاف و عمل کن واقعا دیوانه این کار رو میکنه دیوانه ها ای چه کلامیه شرح مقاصد صفحه جلد پنج صفحه دویست و سی و سه اینو آقا تو کتابش نه. خجالت نمی کشید واقعا اهل سرنت شما خجالت نمی کشید این تو کتاب شما آمده باشه به با عالم شما این حرف رو بزنه در صفحه دویست و, و دوی همین شرح مقاصد میگه ادامات الامام و دلیل امام من یستجمع شرائطها من غیر بیعت و استخلاف اگر یک کسی اومد مقام امامت رو متصدی بشه و شرائطش هم داشته باشه اما بیعتی هم نباشه مردمم هم او رو انتخابش نکرده باشن به زورم آمده باشد و قهرن ناس به شوکته به قول امروز یا کودتا بکنه با کودتا بیاد در رأس کار همین که اومد در رأس کار قرار گرفت انعقدت الخلافت الله مردم باید ازش اطاعت کنن و او خلیفه است بعد چی میگه و کذا اذا کان فاسقا او جاهلا علل ابهر حالا اگر این آدم فاسق بود این آدم جاهل بود هیچ اشکالی نداره میتونه خلیفه مردم بشه مردم بیان تمام سرنوشت زندگی خودشون رو تحویل این آقا بدن تحویل کی؟ آدم فاسق و آدم جاهل بعد میگه الا انه یعصا فی فعل مگر اینکه مردم حرفش رو گوش نکنن اطاعت نکنن دیگه خلافتی ندارد بعد میگه و, و طاعت الامام اطاعت امام واجب است سوا ان کان عادلا او جائرن این امام اگر اومد در رأس کار واجب مردم ازش اطاعت کنن حالا این میخواد عادل باشه میخواد ظالم باشه شما رو به خدا قسم این عبایت رو من دارم میگم و با گوش دنیا داره گوش میکنه و دنیا کتابایی شما رو داره میخونه شما خجالت از خودتون نمیکشید من نمیدونم چرا حاضر نیستید فکر کنید یک عبارت دیگر از باقلانی هم بگم باقلانی باز یکی دیگه از علمای سرشناس شما در کتاب تمهید صفحه 181 اونجا در باب صفات امام میگه ولیس من صفاته ان یکون معصوما لازم نیست معصوم باشد امام لازم نی معصوم باشد ولا عالما بالغیب هیچ نیازی نیست که عالم به غیب باشد ولا افرس الامه و اشجعهم از همه زیرکتر لازم نیست باشد شجاعترین مردم هم نباید باشد در صفحه 186 این عبارت رو هم میگه قال الجمهور من اهل الاثبات و, و اصحاب الحديث لا ينخلع الامام بفسقه و ظلمه به الاموال اگر امامی آمد گناهی کرد معسیتی انجام داد و اموال رو غصب کرد و ضرب الابشار مردم رو به ناحق کتک زد و تناول نفوس المحرمه و خونه های بیگناهی رم رو زمین ریخ و تضییع الحقوق و حقوقی را زایع کرد و حدود الهی را تعطیل کرد و لا یجب الخروج علی لا واجب نیست مردم بر علیه او خروج کنند بل یجب وعظه و, و تخویفه و بلکه مردم برن او را موعظه کنند و مردم او را بترسانند و ارزم به حضور شما که از این جور مطالب شما رو به خدا قسم این حرفا رو چرا دارین میزنین این چه مطالبی شما نقل می کنید میدونید چرا این علمای شما اینجوری صحبت می ضد قرآن فقط برای مسئله است اگر نمیدانید از من بشنوید همه اینا برای یه مطلبه و اون این جنایتهایی که در زمان حکومت ابابک و عمر و عثمان اتفاق افتاد اونا رو توجیه کنند تا به این قیمت که قرآن رو از حجت ساقط کنند قرآن از بین بره ولی عمر و ابابک ساقط نشن اینا برای اینه و الا قرآن میگه اطاعت نکنید عبیبک چیه ابیبک همون آدمی است که خالد ابن ولید شرابخاری که هیچ التزامی به دستورات قرآن نداشت او را امیر و حاکم لشکری کرد و او را فرستاد برای بنی سلیم یا بنی سلیم و اونجا مالک ابن نویره را با این که صدای از آن را شنید و اینا شهادتینم اینم گفتن و نمازم خوندن و قرآن را قبول داشتن کعبه را قبول داشتن پیغمبر را قبول داشتن فقط و فقط مالک ابن نویره گو با آجان من صدقه و زکات مالمو به شما نمیدم خدا و پیغمبر رو قبول دارم زکاتمو نمیدم به شما خالد ابن ولید آمد و به دروغ به او امان داد مالک ابن نویره شب رفت تو منزل خودش با امان نامه خالد ابن ولید خوابید همون شب آمد بر علیه او خروج کرد و شبانه رفت تو رخت خواب مالک ابن نویره و تو بستر منزلش او را سر برید و همون شب با زن او زنا کرد با زن او زنان. خب این چه حکمیه این چه خلافتیه خب وقتی این جریان رو به گوش ابو رسوندن خب ابو قتاده اونجا بود عمر عبدالله ابن عمر بود طبق بعضی از روایات این دوتا آمدن پیش ابابک شهادت دادن که آقا جنایت مرتکب شد خالد ابن ولید گفت تعول فاخفه یا اجتهد فاخفه آقای مالک یه اجتهادی کرد تعویلی کرد اشتباه کرد ولی ما او را از بین نمیبریم آدم کشته مرد کشته به زن تجاوز کرده یه موی زن و بچه رو اسیر کرده همه هم اهل قبله بودن اهل دین بودن همه اینا خدا و پیغمبر رو قبول داشتن چرا باید اینجور بشه شما چرا این حرفا رو میزنید برای اینکه تعویل کنید حرکات ابوبکر رو برای اینکه ابوبکر رو بگید حالا گناه هم کرد کرد اشتباه هم کرد کرد هیچ اشکالی نداره شما رو به خدا قسم ما پیغمبر رو برای این کاراش قبولش کردیم یعنی اگر پیغمبر همین حرکات رو با ما انجام میداد آیا جامعه اون روز مسلمین و جامعه امروز مسلمین این پیغمبر رو قبولش میکردن؟ کی این پیغمبر رو قبول میکنه؟ این آدم با هیتلر چه فرقی میکنه؟ این ابوبکر این عمر با هیتلر چه فرقی میکنه؟ خب پس هیتلر هم بفرمایید که اونم اطاعتش بر همه مردم واجبه آیا اینو شما در دنیا میتونید مطرح کنید؟ اصلا به شما نمیخندم اسلامه اسلام قرآن کجا داره ما رو دعوت میکنه در جلسات قبل عرض کردم قرآن ما رو به ایمان به خدا به عدالت به شجاعت به محبت به صفات خوب ما رو دعوت میکنه نه به اینجا ای ابابک تربیت شده ی این پیغمبره این ابابکر و عمر تربیت شده این مکتبن و اینا میتونن یه همچین مقامی رو حائز بشن اگر قرآن رو قبول دارید باید بگذارید کنار و روایاتی هم که علمای شما نقل میکنن و کلماتی هم که از باقلانی نقل کردم و ارزم به حضور شما که از تفتازانی خودتون برید مطالعه کنید کتابا رو ببینید ببینید اینا چه مطالبی رو دارن نقل میکنن البته مطلب ادامه داره اگر خدا به من توفیقی داد انشالله ادامه همین بحثو در جلسات بعد از خواهم کرد پروردگارا تو را قسم میدیم به آبروی محمد و آل عشق و علاقه و محبت ما رو به این خانواده خانواده رسول الله زیاد تر بگردان و معرفت ما را به رسول الله و اهل بیتش روز به روز بیشتر بفرما و السلام علیکم و رحمت الله و برکت